و بعدم این که بچه ها من بعد از 30 سال کار کردن که از 17 سالگی کار کردم و رو پای خودم وایستادم، طبیعتا وقتی که من این همه سال کار کردم خیلی عادیه که بتونم در این سن یه آسایش خاطر مالی داشته باشم و در واقع زندگیمو راحت بگردونم. هر آدمی که بعد از 30 سال کار کردن نتونه زندگی خوب داشته باشه، نتونه در واقع یه آسایش و آرامش رو برای خودش و اطرافیانش و خانوادش فراهم کنه، به نظر من آدم بی دست و پاییه. من سالها زحمت کشیدم، کار کردم و طبیعتاً الان هم نتیجه‌ای که دارین می‌بینین نتیجه زحمت. آ شوهرم معتاد طلاق کرده اینا. حالا شما چی دارید؟ هفته. که اینجا همون خونه ایست که در واقع کسی اینجا ساکن بود که با بچه هاش زندگی میکرد و با فلاکت هم زندگی میکرد، یعنی توی سرما بچه هاش رو دور خودش جمع کرده بود با پلاستیک و لنگ کفش و اینا پر هم بود، اونجا جمع کرده و خود کرده و اونجا میرفت جمع میکرد، اونجا میورد زیر توی این بخاری که اصلا دود و دم اینجا بچه ها رو مریض کرده بود. که ما اومدیم اینجا مؤسسه به اصطلاح وقتی با این وضع مواجه شد رجوع شد که براش به اصطلاح خونه گرفتیم، در واقع در جای دیگه خونه گرفتم که امکانات بهتری داشته باشه. الان دوباره اومدیم به سرکشی و اینها، خانواده اومده که از اونم بدتره، یعنی 7 تا بچه داره، شوهر که اعتیاد داشته و گذشته رفته اصلا متارکم کرده، هیچ درآمدی هم ندارن، شناسنامه ندارن، یارانه ندارن، هیچ امکانات زندگی هم ندارن. یعنی اون قبلی حداقل یه زیرانداز زیلو داشت، این اصلا نمی زیرانداز هم نداره، یعنی توی این خونه حتی اون اینجا مثلا میشه گفت خیلی خوبه، یه دونه ببینید رو فرشی بگم چی بگم، مثلا فرشی از اون انداختم که هیچ نوع امکاناتی وجود نداره، یعنی روز از نو روزی از نو، یکی رفت بدبخت بود، یکی اومد بدبخت‌تر از اون.